فیلم سینمایی انگل از داستان و تحلیل فیلم تا اینکه آیا اصلا این فیلم ارزش اسکار داشت یا نه و در انتها نقدی میکنم من به صحبت های عجیب آقای فراستی در مورد این فیلم من فیلم در از فیلم کننده و حتی راحت بخوام بگم گذاشته بودم و آخر حرفم بزنم فیلم زباله از اصلا سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفن اینجا در مورد فیلم های سینمایی و تحلیل اونا صحبت میکنیم خوشحال میشم چنل ترفن و سابسکرایب داشته باشید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما یه لایک بهش بزنید اول این ویدیو نسبتا طولانی برای اینکه همه متوجه قصه بشن باید مثل همیشه خلاصه داستان فیلم رو بهتون بگم ولی اگه این فیلم رو قبلا تماشا کردید و خیلی الان حوصله ندارید که دوباره با اون داستان همراه باشید من براتون رو قسمت تایملاین ویدیو زمان بندی کردم میتونید از اون قسمت به هر بخش از ویدیو که عشقتون کشید سر بزنید انگل بچه ها انگل یعنی چی؟ انگل به موجودی میگن که اضافی و قضاش هم حتی از خون بدن میزبانشه یعنی در این حد مفخور این موجود اول فیلم شما رو یه طبقه میبره زیر زمین جایی که یه خانواده به نام خانواده کیم رو بتونه نشون میده که عین تشبیه محیط زندگیشون که زیر زمین هستش جایگاه اجتماعیشون هم متاسفانه زیر خط فقره تو این گیرو داد مین دوست صمیمی کیوو که پسر این خانواده بود یه سنگ عجیب و غریب رو به این خانواده هدیه میده که معتقد بوده که این سنگ میتونه برای خانواده کیم خوششانسی زیادی رو بیاره تو ادامه میم به دوستش کیوو میگه که من معلم خصوصی دختر جوون خوششهرم که پش کنکوری و اسمش داه هستش اون دختر خیلی پولداریه ازش خوشم میاد و دلم میخواد وقتی که اومد دانشگاه باش ازدواج کنم ولی داهه الان به یک معلم زبان نیاز داره و من به هیچ پسری اعتماد ندارم میترسم که اون دختر پولدار اون پسرها جذب خودشون کنن چطوره که تو کیوو خودتو به عنوان یک معلم زبان قلابی جا بزنی و بری و به اون زبان درس بدی و از طرفی درآمدم کسب کنی. چون من اعتمادم به تو از همه رو بیشتره کیوو که از این پیشنهاد بدش نمیاد فرداش لباس شیک میپوشه و میره به سمت اون خونه اون وقتی وارد خونه ای اشرافی میشه میبینه که همه چیز چقدر رویایی و فوق العاده است اون خونواده که نام خانوادگیشون پارک بود استقبال خوبی رو از آموزش کیوو میکنه مخصوصا زن اون خانواده خانم یون کیو متوجه میشه که پسر کوچولوی این خانواده داسونگ دچار یک سری مشکلات روانی هستش با ترفند و حقه به خانوم یو میگه من دختری رو میشناسم که اسمش است. اون متخصص هنر درمانی کودکانه دوست دارید اونو بیارم تا داسونگ ملاقات کنه خانم یون با اشتیاق میگه آره حتما اون رو بیار فرداش کیوو خواهرش کیجونگ رو به عنوان دختری به نام جسیکا جا میزنه و وارد این خونه میکنه جسیکا تک فرزند ایلینای شیکاگو همکلاس هم کیم جین به پسر عمود جسیکا که قبلا اطلاعات خیلی کم و سطحی از روانشناسی با سرچ کردن تو گوگل به دست آورده بوده تونست با چند تا جمله دل خانم یونو رو به دست بیاره حالا دو تا عضو از خانواده کیم عین انگل وارد خانواده پارک شده بودن این پایان کار نبود کی جانگ لبازیرش تو ماشین راننده شخصی خانواده پارک از عمد جا میذاره آقای پارک فرداشون لباسدیر رو میبینه و تصور میکنه که رانندهش ماشینش تبدیل به یک مکان کرده راننده رو اخراج میکنه و کیجونگ به خانم یون میگه بهتر نیست راننده یک فرد مسن و سن بالا و متعهل باشه که شما از این موارد خیالتون راحت باشه خانم یون فوراً این موضوع رو تایید میکنه و کیجانگ هم فورا به خانم یون مردی رو پیشنهاد میده که هیچ کسی نمیدونست اون مرد در اصل پدر کیجانگ یعنی آقای کیم حالا دیگه فقط یکی از اعضای خانواده کیم مونده بود که بخواد وارد خانواده پارک بشه مادر خانواده خانم جونگ سوک کیوو که تونسته بود از نظر عاطفی به دختر خانواده خیلی نزدیک بشه متوجه میشه که مستخدم خونه یعنی خانم مونگوانگ به پرز هلو حساسیت بدی داره با یه نقشه و طراحی وانمود میکنن که اون مستخدم مبتلا به سل شده و این موضوع میتونه برای بچه های خانواده پارک خطرناک باشه نقششون با موفقیت انجام میشه و خانم یون اون مستخدم رو اخراج میکنه و هفته بعدش عین نقشه قبلی مادر خانواده کیم یعنی خانم چونگسوک به عنوان خدمتکار جدید خانواده پارک معرفی میشه حالا دیگه کل خانواده کیم عین انگل وارد خانواده پارک شده بودن و هیچ کسی نمیدونست که اینا همه با هم یک خانواده یه روز وقتی خانواده پارک به مسافرت میرن کل اعضای خانواده کیم توی این خونه اشرافی دور هم جمع میشن و داشتن از امکانات اونجا استفاده میکردن و بر هم رویا پردازی میکردن ناگهان خدمتکار سابق اون خونه یعنی خانم مونگوانگ در میزنه و اصرار میکنه که میخواد بیاد داخل چون طبقه پایین خونه انگار یک سری وسایل رو عقب جا گذاشته چانگ سوک در رو باز میکنه وقتی میره طبقه پایین میبینه که خانم مونگوانگ یه درب مخفی رو باز کرده که داخلش مردی به مدت چهار سال بود که اونجا عین انگل مخفی شده بوده اون جای پناهگاه برای اون خونه اشرافی بود اون مرد در از شوهر خانم مونگوانگ بود اون به قدری بدهکار شده بود که به مدت چهار سال از دست طلبکاراش به اونجا پناه برده بوده خانواده کیم که همه از این موضوع شوکی شده بودن یک اشتباه و حادثه اون شب دستشون برای خانم مونگوانگ رو میشه و خانم مونگوانگ فورا از اونا فیلم میگیره و تهدید میکنه که اونا رو به خانم یون لو میده تو این درگیری خانم یون زنگ میزنه و میگه که ما 8 دقیقه دیگه میرسیم خونه. خانواده که این فورا مونگوانگ و همسرشو میبندن و به زیر و خونه میندازن و خانم مونگوانگ به حدی زخمی میشه که میمیره. کیوو آقای کیم و کیجونگ زیر میز وسط پذیرایی قایم میشن چون فرصت زیادی بر فرار نداشتند. اونجا مکالماتی رو میشون از آقای پارک و همسرش که در مورد بوی بد, بد بدن آقای کیم بود. آقای پارک میگفت آقای کیم و کلا آدمای سطح پایین بوی خیلی بدی میدن که اون بو اصلا قابل تحمل نیست. به هر صورت اونا تونستن بعد خوابیدن آقای پارک و همسرش تو بارون شدید اون شب به سمت خونشون فرار کنن اونا وقتی برگشتن خونشون دیدن کل خونشون رو آب گرفته و اون شب مجبور شدن این آواره ها تو گرم خونه بخوابن فردا صبحش خانم یون با کیجونگ و بقیه اعضای خانواده کیم تماس میگیره و میگه که امروز مراسم تولد داسونگ هستش و ازشون دعوت میکنه که بیان و کارا رو انجام بدن اونا با اون مراسم میرن ولی وحله اول هدفشون این بود که برن اون زیرزمین رو سر بزنن و ببینن چه بلایی سر اون دو نفر اومده کیو وارد زیرزمین میشه اما اون مرد که شوهر خانم مونگوانگ بود کیو رو به شدت زخمی میکنه و با یک چاقو میره وسط مراسم اون فقط میخواست که کل خانواده کیم رو به خاطر مرگ همسرش مونگوانگ بکشه اون یه چاقو تو قلب کیجانگ فرو میکنه و مراسم به هم میریزه از واکنش های آقای کیم و همسرش دیگه همه فهمیدن که اینا همدیگر رو میشناسن از یک خانواده آقای پارک سر آقای کیم فریاد میکشید که من به ماشین احتیاج دارم و سویچ رو فورا بنداز ولی آقای کیم درگیر خونریزی دخترش بود تو ادامه اون سویچ رو برای آقای پارک میندازه ولی آقای پارک واکنش عجیب و جالبی داشتش اون سویچ رو توی دستاش به حالت اینکه خیلی بوی بدی داره میگیره همون بوی معروفی که در موردش صحبت کرده بود این موضوع باعث تحقیر عجیب آقای کیم میشه و آقای کیم از این موضوع به حدی عصبانی میشه که خونریزی دخترش رو ول میکنه و با چاقو میزنه تو قلب آقای پارک و اونو میکشه فیلم به چند ماه بعد میره جایی که کیوو بعد چند ماه بیهوشی و عمل الان هوشیاریش به دست اومده خارش کی جنگ مرده بوده و اون مادرش بعد دادگاهی شدن الان دچار آزادی مشروط شده بودن اما پدرشون آقای کیم مدتها بود که فراری بود و هیچ کسی نمیدونست که الان اون کجاست و دولت به شدت دنبالش بود خانواده پارک شرایط خوبی رو نداشتن آقای پارک مرده بود و خانم یون افسرده شده بوده اونا بعد مدتی خونهشون رو فروختن و از اونجا رفتن بعد سالها کیوو وقتی به اون خونه اشرافی از بالا خیره شده بوده متوجه میشه که چراغ اون خونه هر روز با ریتم های مشخصی که اتفاقی نیست قط و وصل میشه چون کیو قبلا عضو گروه پیش آهنگ بوده احساس میکنه که این میتونه کد مرس باشه اونا رو به صورت نقطه و خط مینویسه و متوجه اتفاق عجیب و ترسناکی میشه میفهمه که اونا پیامای پدرش به اونه نگو پدرش هم تمام این مدت عین شوهر مونگوانگ از ترس دولت و دستگیری تو زیرزمین اون خونه مخفی شده بوده و داشته یک انگل زندگی میکرده کیوو تو ادامه به این نتیجه میرسه که بهتره برای همیشه اون سنگ شانس و بذاره کنار و جایی که به شانس و این چیزا فکر کنه بشینه خودش یک بار برای همیشه به استعدادا و توانمندیاش رو فکر کنه و روپای اونا وایسه چون این کار تنها راهی بود که میتونست جون پدرش رو نجات بده چون پدرش از اونجا میومد بیرون قطعا دستگیر میشه تنها راه این بود که اون اون خونه رو میخرید تا بتونه پدرش برای همیشه اونجا بمونه و زنده بمونه و اینجا هم با همین تفکر کیوو فیلم به پایان میرسه شاید براتون جالب باشه که بدونید این فیلم جایزه ای اسکار سال 2019 رو کسب میکنه و کلا جوایز خیلی زیادی رو کسب کرد نظر منو بخواید به نظرم فیلم فوق ای بود فضاسازی فیلم جوری بود که شما رو خیلی دقیق به سمت اون اسم فیلم یعنی انگل هدایت می کرد جوری که اول سکانس ساری خانواده رو بهت نشون میده و همزمان یک دست جوراب از سقف آویزونه اونا با اینکه تو زیر زمین زندگی میکنن حتی از کمترین پرتوهای نور خورشید که به خونهشون میاد دارن استفاده میکنن تا جورابشون رو خوش کنن و جالبیش اینه دقیقا سکانسای آخرم هم همینجوری که دقیقا فیلم میاد پایین همین جوری سکانس آخرم به پایان میرسه که این بهتون جلوتر میگم چقدر کار خفنی کرد کار گردم با این سکانسش این خانواده برای استفاده از اینترنت منتاج وایفای همسایه هاشه حتی زمانی که مأمور شهرداری میخواد خیابونا رو از وجود حشرات سنپاشی بکنه آقای که میگه درب پنجره رو نبندی تا اون ماده حشره کش تو خونه بیاد و حشره های مارم بکشه یعنی در این حد داره فیلم اینقدر قشنگ به تو اون واژه انگل رو توصیف میکنه حالا تو ادامه وقتی خانواده کیم وارد اون خونه اشرافی خانواده پارک میشن دیگه دوست نداشتن اون انگل قبلیه باشن دوست داشتن که انسانی متشخص و اصطلاحا پولدار باشن البته این موضوع رو بگم که متشخصی و پولدار بودن رابطه مستقیمی با هم نداره هر این خانواده سعی کردن که متشخص و خوب رفتار کنن اما انگار بعضی چیزها نمیتونست عوض بشه که این چیزایی که نمیتونست عوض بشه رو کارگردان اومده به تو به عنوان یک بو شبیه سازی کرده یک بوی بد از آقای کیم که اون بو رو نماد انگل بودن به تو داره معرفی میکنه جایی که از دید آقای پارک آقای کیم و آدمای داخل مترو و سطح پایین و این داستانها حتی اون مردی که سالها توی زیرزمین خونه آقای کیم زندگی میکردم این بوی بد و میدادن از نظر شخص من این فیلم داشت به من دو تا پیام خیلی کلی رو میداد داشت میگفت مردم دو تا دسته کلی دارن یا انگلن یا میزبان برای اون انگل هان داره میگه دسته انگلن چون خودشون رو به عنوان موجودی غیر انگل اصلا باور ندارن داره دلیل بدبخت بودن و انگل بودن آدما رو خودشون و تفکرات خودشون به تو معرفی میکنه پسری به نام کیوو اصلا باور نداشت که میتونه یه معلم خصوصی خوب برای یه دختر باشه اون دختر کیجونگ تو فوتوشاپ توانایی زیادی داشته و جل مدرک میکرده اما اصلا نمیخواسته از این استعدادش استفاده کنه و در جهت مفید اون قرار بگیره اون پدر خانواده آقای کیم هیچ وقت به این فکر نکرده بود که تو این مدت چرا یک راننده خوب نشده بوده اونا توانایی داشتن که حتی خودشون هم اونا رو مسخره میکردن و اصلا باور نداشتن بهشون و داره سکانس های این کارگردان به تو فریاد میزنه که بابا این تفکر یک ولی خانواده کیم یک بار اومدن به اون خود باوری رسیدن خواستن تغییر کنن ولی چون بازم اساس و پایه اون تغییر به صورت انگلوار بوده بازم شکست خوردن و اگه دقت کنید آقای کیم دقیقا دوباره پی همون نگرش انگلوارش رفت جایی که دوباره آخرش مجبور شد که توی زیرزمین همون خونه این ایک انگل زندگی کنه همونطور که تو زندگی قبلیش تو یک زیرزمین داشت زندگی میکرد و برای خانوادهش همچین زندگی رو ساخته بود از یه زیرزمین به زیرزمین دیگه ولی میدونی چی جالبه؟ اون بوی آقای کیم نمیدونم منظورت چی واقعا؟ باید متوجه شده باشی این همون بوی توی ماشینه نمیدونم چه جوری کنم بوی پیر مرد. نه نه اونی چی بهش میگن بوی تروبچه کنه؟ نه میدونی وی لباس کهنه که میندازن توی آب جوش چجوریه درست همون بو میده ببین آقای پارک اون بو رو از کیوو یا کیجونگ حس نمی کرد فقط از آقای کیم حس می شود. چرا؟ چون اون تفکر انگل آقای کیم داشت ببین همه پیامهای مهم و ریز کارگردان به شما بود ولی کیوو نه کیوو اون بو رو نمی داد. جوری که انتهای فیلمم تازه کیوو میفهمه که راه و نقشه درست چیه تفکر انگل بودن رو بذار کنار و به میزبان تبدیل شد ببین چقدر شاهکار این کار داره به تو میگه تو اگه یک انگل خود باور نباشی شکست خورده ای یه میزبان احمق هم باشی شکست خورده ای یعنی پیامای ای این فیلم داشت که بخوام در مورد همش بشینم باتون صحبت کنم راحت این ویدیو یک ساعت میشه ولی جالبیش میدونی چیه بذارم سر اصل مطلب که اصلا دلیل شد که ای من این ویدیو رو بسازم آقا همین تحلیل ساده و آبکی من از این فیلم یعنی همین تحلیل کلی که من از این فیلم کردم واسهتون دو ساعت برنامه هفت تحلیل این فیلم نتونسن این پیام کلی و ازش ببینن و من تعجب میکنم از تحلیل های عجیب آقای فراستی در مورد فیلم انگل بچه آقای فراستی فیلم انگل و فیلم مزخرف عنوان کرده هیچی من فیلم برادم فیلم مشمعز کننده و حتی راحت بخوام بگم گذاشته بودم و آخر حرف فیلم زباله است رست جالبش اینه ایشون نقدایی به این فیلم کردن که مشخص بود حتی فیلم رو با دقت هم تماشا نکردن مثلا تو بخشی از فیلم اشاره میکنن که کیجونگ دختر خانواده کیم از کجا روان روانشناسی میدونست که میدونست گوشه یک نقاشی سمت راست پایینش میتونه نماد یک اختلال روانی برای کودک باشه و اعتقاد داشتن که این موضوع فیلمو خیلی غیر واقعی و تخیلی کرده و قسمت راست و پایین نقاشی بخش اسکیزوفرنیه و علائم و نشانه های بیماری روحی و روانی اغلب در اینجا نشون داده میشه دختر کجا میدونه که گوشه ی آرتراپی گوشه این تابلو اینه و پسر این مشکل داشته یعنی فیلمنامه رو حواست فیلمنامه در کار نیست مودان... این در حالیه که دقیقا جلوتر تو فیلم بهش اشاره میشه که کی جونگ به خانوادهش میگه من اون اطلاعات سطحی رو با سرچ گوگل به دست آوردم و بقیهش از خودم چاخام بافتم دیروز با اون زنه چی کار کردی؟ چی؟ بعد جوری شکش شده بود میگفت حسابی تحت تاثیر قرار گرفت <تصفح> چه میتونم؟ هنر درمانی تو گوگل جستجو کردم و بقیهش از خودم بافتم بعد یه دفعه صد سره گریه که یه دیوونه باورم نمیشد خب اینا نشون میده متاسفانه آقای فراستی اصلا فیلم با دقت تماشا نکردن لازمه یک نقد کامل و بدون تعصب اینه که تو با دقت و محصول تماشا بکنی بعد نظر بدی یا مثلا سکانس اول فیلم رو گیر میدن که چرا فیلم با یک جوراب شروع میشه و این زشت ترین حالت شروع یک سکانسه مستقل از که سینما ولد نیست به نظران. یعنی اینکه فرم اینا که ابدا نمیفهمه نمای اول فیلم یه جفت جو جوراب توی فورگراند نمانشون میده پشت شیشه بعد تازه وارد قضیه میشه این دقیقا تفکر به شدت ایمزوتی که عقب افتاده یه که از اول که که روشن روشان داره میکنه بعد اصلا خیلی غیر انسانیه حالا جالبش اینه که از نظر من اینی که از خفنترین شروع و پایانهای یک فیلم بود که تا حالا تو عمرم دیده بودم چون من دقت کردم دیدم وقتی کارگردان تو انتهای فیلم سکانس رو دقیقا عین شروع فیلم به پایان میرسونه داره دست پسری که اولش گوشی بود و تفکر انگلوار داشت حالا تو آخرش نامه برنامه ریزی نشون میده برنامه ریزی واسه آیندهش واسه پایان اون تفکر انگل گوشی تو دست کیوو و پیگیری واسه وایفای همسایه نماد به انگل و پایان فیلم جای اون گوشی تو دست کیوو یک نامه برنامه ریزی اومده و هوا تاریک شده به نماد پایان اون تفکر انگل اون روز اول سکانس که حالا شب شده و به زمستونی رسیده که پایان تفکر انگل و بهار جدیدی تو راه داره یعنی یه پیامایی تو هر صحنه وجود داشت که اصلا نمیدونم شاید من تخیلی رو فکر میکنم منو خیلی عجیب به فکر فرو میبرد و تعجب میکنم چطور آقای فراستی عزیز که حق استادی و به گردن تمام تحلیلگرای فیلم ها دارن به این چیزا توجه نکردن و متوجهش نشدن خیلی ها مثل آقای فراستی گفتن این فیلم کپیه و نمیدونم فیلم های کره ای همشون کپی و این داستانن آقای فراستی و دوستانی که این حرفا رو میزنید ما تو چنل ترفند فیلم کره زیاد معرفی کردیم هاوس مید 2010 تیست آف مانی 2012 هند میدن 2016 خیانتکار 2014 و خیلی فیلمهای دیگه بچه ها تک تک اینا رو نگاه کنی کره سال هاست که نگاهش این روی کرده اختلاف اجتماعی و اختلاف طبقاتیه تو بازی مرکب فیلمی که جهانی و کل دنیا میخوان کشور تو ببینن میاد اخبارش رسما میگه کره بدهکارترین مردم دنیا رو داره به نظرم باید یک مقداری منصفانه تر و دقیق تر فیلم ها رو نگاه بکنیم گاهی وقتا خیلی از فیلم های آسیایی هم ارزش تحلیل و بررسی دارن کاری که چنل یوتیوب طرفن واسه آگاهی شما مخاطبین عزیز و دوست داشتنی داره این کارو رو انجام میده. هر صورت همراهان دوست داشتنی ترفند به بخش انتهایی ویدیو رسیدیم اگه تا الان هنوز ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و این ویدیو رو اگه دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون